بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی خاتم المرسلین طبیبنا شفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد. و آله المعصومین سیم الحجه مولانا بقیت الله فی العالمین عجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و نصرته و لعن على اعدائهم اجمعین. انا خلقناكم من ذكر وانثى فجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. در این آیه کریمه پروردگار عزیز در مقام لغو امتیازات موهومی است که بشر در طول تاریخ عمرش رو در مسیر کسب این امتیازات خیالی و وهمی گذرونده است و به خاطر همین توهمات و تخیلات به جان هم افتادند، قتل و غارت ها کردند، بیرحمی ها و قساوت ها اعمال کردند و از درجه انسانیت سقوط کردند. پروردگار متعال در این آیه کریمه می فرماید زن بودن، مرد بودن، از نژاد خاصی بودن، اینا گوهر انسان رو تشکیل نمیده. گوهر انسان، حقیقت انسان، هویت انسان رو تقوا تشکیل میده. اگر کسی میخواد پیش خدا ارزش پیدا کند باید به چیزی که خدا را راضی میکند و انسان رو به خدا نزدیک میکند باید به اون فکر کند و در اون مسیر خودش رو قرار بده. در ارتباط با تقوا علمای ما، بزرگان ما، بالاتر از علما و بزرگان ما امامان ما، پیغمبر ما و قرآن ما سفارش به تقوا را در سطح وسیعی اعلان فرمودند. خطبای جمعه یکی از وظایف الزامی که دارند اینه که در خطبه نماز جمعه، در هر تو خطبه، بخواهند از مستمعین، از نمازگزاران که رعایت تقوا را بکنند. در قرآن شریف هم کثیراً مسئله تقوا مطرح شده و من یکی دو تا حدیث در این رابطه برای شما نوشتم. تقوا نگهداری نفس از عذاب الهی است. تقوا پوششه، این لباس هایی که مأمورین آتش نشانی می پوشن تا بتونن برن تو آتش و سالم بیرون بیان. ما هم یه لباسی لازم داریم که وقتی تو این دنیا قرائزی که آتش جهنم است و ما با این قرائز داریم زندگی میکنیم،
سالم از این آتش عبور کنیم. روایتی را حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف آداب السلامتشون نقل فرمودن که انبیاء علیهم السلام میگن جزنا وهی لنا خامده، میگن ما از آتش عبور کردیم ولی این آتش برای ما خاموش بود، ما را نسوزون. علت این که آتش غضب، آتش شهوت، آتش بودن در این دنیا اونها را نمی سوزانند برای اینکه یه لباس نسوزی دارن که اینها بر آتش مسلطن، میتونه بره تو آتش، میتونه آتش رو خاموش کنه و آتش او رو نسوزانن. از این جهت قرآن کریم از تقوا تعبیر به لباس فرموده و لباس و تقوا ذالک خیر، لباس تقوا، این لباس خیره، این برای شما خوب هستش. هر کسی در زندگی پوشش پرهیز از گناهان داشت، پوشش دوری از رذایل اخلاقی داشت، بخل آتش است، حسد آتش است، تکبر آتش است، حرص آتش است، کینه مؤمن آتش است، سوء ظن آتش است، غیبت آتش است، مسخره کردن این و اون آتش است، و عیب جویی، عیب این و اون رو پیدا کردن، براش پرونده سازی کردن، اینا آتشه که شش شعبه از این آتش ها در این آیات قبلی سوره مبارکه حجرات مطرح شد که با هم دیگه کلام الهی رو شنیدیم. چی باعث میشه که ما در مجلسی که غیبت میشه خودمون رو آلوده نکنیم، کنار بکشیم؟ دروغ پیش میاد، دروغ بگیم، یک کاسبی دروغ بگه جنسش رو بیشتر مرغوب میکنه، گرانتر میفروشه. چی باعث میشه که از این نفع بگذره و دروغ نگه؟ چی باعث میشه که آدم در برابر هر حرف درشت یا آدم نادان یا یا آدم عصبی یا آدم ناراحت یا آدم مریض برو خودش نیاره، تحمل بکنه، جفای او رو با وفا مقابله کنه، بدی او رو با خوبی جبران بکنه؟ چی باعث میشه که انسان به کم بسازه، دنبال حرام نره که زندگیش وسعت بیشتری داشته باشه؟ چی باعث میشه آدم منصب حرام قبول نکنه، بخواد نماینده بشه، بخواد رئیس جمهور بشه، از بیت المال مایه نگذاره، پولهای هنگفت خرج نکنه، بین اون وعده دروغ نده؟ چی باعث میشه؟ منشأ همه اینا تقواست. تقوا یه حقیقتی است در جان انسان که انسان رو کنترل میکنه. تمام این رذایل اخلاقی و گناهان، چه موبقات گناهان کبیره و چه لمم گناهان صغیره، همه اینها هم مسیر لیزه هم سرازیریه. آدم تا قفلت کنه همینجور میکشه، میبره آدم رو. ماشینی که در یه شیبی میخواد بالا بره یا پایین بره، باید مجهز باشه به ترمز، دنده سنگین، ترمز دستی هم احیانا داشته باشه، که اگر این ترمزها رو نداشت، چون مسیر سرازیری هست، لیزم هست، یخمندانه، در چنین مسیری اگر ماشین ترمز برید، معلومه که هم ماشین نابود میشه، هم کسی که سوار بر ماشینه. ما این ماشین زندگیمون
با این قرائزی که داریم حرکت در مسیر شیبیه که اگر ترمز تقوا داشتیم، دند سنگین ایمان داشتیم، ترمز دستی توجه به خدا و آخرت داشتیم، میتونیم با احتیاط آرام آرام بریم، سقوط نکنیم، به موقع به مقصد برسیم. اما اگر این ترمز در وجود ما نبود، ترمز ایمان نبود، ترمز یقین به خدا و آخرت نبود، این قرائز لجام گسیخته است، ما را میکشه، سقوط میکنیم در قعر آتش جهنم که اسفل سافلین است، در اونجا قرار میگیریم. تقوا در این روایت شریف از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ایها الناس، ان الله قد اذهب عنكم غیبت الجاهلیه و تعاظمها به آبائها. ای مردم، خداوند مسلماً آر جاهلیت را، که آر جاهلیت چی بود؟ این عطف بیان است، و تعاظمها، این که تفاخر میکردن به پدرانشون، این میگفت من از قوم خزرجم، اون میگفت من از قوم مزرم، اون میگفت من از قوم امیه هستم. هر قومی به نژاد خودش افتخار میکرد و نژاد رو برجسته میکرد. فناس و رجلان، خدا این رو به وسیله پیغمبر برد، خدای متعال این تفاخر موهوم رو برای شما لغو کرد و فرمود این امتیاز برای شما نیست. مردم در زندگی دو گروه هند، پیغمبر خدا داره تقسیم میکنه مردم رو به دو دسته: رجلون برون تقیون کریمون علالله. یک گروه انسانهای هستند که اهل خدمت به این و اونن، این افتخاره آدم بتونه خادم مردم باشه، بتونه خدمتگزار فامیل باشه، بتونه خدمتگزار مؤمنین و نمازگزاران باشه، خدمتگزار زائران باشه، خدمتگزار فقرا و زاغنشینان و پابرهنگان و زمین خورده ها و افتاده ها باشه. بر یعنی کسی که کارش نیکی کردن به دیگرانه. تقیون، گاهی افراد اهل خدمتن، گره گشایی دارن، اما در برابر گناه عاجزن. تنها آدم خوب بودن، نیکوکار بودن کفایت نمی کنه. فاما من آمنه و تقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لیسرا. یکی ایمان میخواد، دوم تصدیق و آخرت میخواد، سوم تقوا میخواد. انسان ایمان و باور و تقوا رو کنار هم، یه معجونی که خاصیت پیدا میکنه، دارو میشه، مشکلات رو آسان میکنه. ایمان، تصدیق، تقوا. در این روایت شریف مسئله نیکی کردن به مردم، خصلت نیکوکاری، خدمتگزاری، رفع مشکل توأم با صفت تقوا. اینکه بدتقا این فعلش رو داره میگه، ولی در این حدیث صفت رو گفته، هم بر باشه، نه اینکه یه بار خوبی کنه بعدم خسته بشه بگه بابا
اینا آخر نداره. آدم هرچی خدمت کنه دنبالش میان سراغ آدم. این آدم بر نیست، ممکنه یه بار خوبی هم کرده باشه ولی یه بار دو بار بعدش دیگه دنبالش نمیاد. روایت میگه باید این صفت رو داشته باشه، از نیکی کردن هیچ وقت باز نمونه، این چشمه ای تو وجودش باشه که همیشه بجوشه. اما گروه دوم، پناه به خدا میبریم ما جز اینا نباشه. در مقابل بر، فاجر را قرار داده. بر به دیگران میرسه، فاجر به هواهای نفس خودش میرسه، فسق و فجور. عوض این که به دیگران توجه بکنه، نفس برش مسلطه، بر مرکب هوای نفس سوار شده، هوا داره میبردش. کسی که هوا میبره کنترل نداره، این فجره منفجر شدن دیگه، این هیچ خط قرمزی نداره، همینجوری سرش رو انداخته پایین میره، به همه چی دست میزنه. حالا این برق لخته از بینش میبره، نمیفهمه که این کنترلی برای محاسبه نداره، فاجر است. و فاجرون در برابر تقی شقی هست، اونه که تقوا داره او مورد احترامه، ولی اونی که در اثر فجور مبتلا به شقاوت شده، بدبخت شده. شقاوت از همون مشقت ها، بیدینی آدم رو به مشقت مندازه ها. تمام دردسرها مال بیتقوایی هاست، مال بی حساب کتاب بودن هاست. تقوا با محاسبه زندگی کردنه، تقوا حسابگر بودن در همه افکار و احساسات و افعالمون است. کسی که در زندگی جدولی نداره، نظمی نداره، برنامه‌ای نداره، خط مشخصی نداره، از خط خارج شده، تو بیراهه داره میره، این فاجره، این از مرز منفجر شده دیگه. تا آبی تو سد به موقع منافذ سد رو باز میکنن تخلیه میشه، حساب کتابی از تخریبی نداره. اما یه سد بشکنه این فجور میکنه، طغیان میکنه. گروه دوم رو پیغمبر خدا میفرماین فاجرون، شقیون، افرادی هستن که کنترل از دستشون رفته، قدرت نگهداری نفس خودشون رو ندارن، فاجرن. خب اگه فاجر بود اون صفت بعدی چیه دنبالش میاد؟ شقیون، گرفتار دردسر دنیا و آخرت میشه. این میشه جز اشقیا، جز بی سعادت ها. خب اون کسی که بر تقی بود کریم علالله بود، اما کسی که فاجر شقی هست این چه صفتی پیش خدا پیدا میکنه؟ حینون علالله، مورد اهانت پیش خدا قرار میگیره. نه تنها خدا احترامش نمیکنه، بلکه خدا رو مورد وهن، بی ارزش، دیگه هیچ اعتباری پیش خدا پیدا نمیکند. شیطان وقتی تمرد کرد، تکبر کرد، تا اون وقت مورد احترام بود، تو ملائکه بود، خطیب بود، سمت تو فرشتگان پیدا کرده بود. به محض اینکه تکبر کرد، اولا گفت اخرج، دوم اینکه ملعونش میکنه برای همیشه، از رحمت خدا دور میشه. فَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. کسی که اعتبار خودش رو، آبروی خودش رو پیش خدا برد و از نظر خدا افتاد، یا رب نظر تو بر نگرده. آدم با گناه باعث میشه خدا نگاهشو برداره. برداشتن نگاه رحمت همان و سقوط برای ابد در گودالهای جهنم همان. حینون علالله،
او کریم بود در اثر تقوا، این در اثر فجور حین شد. به صلوات مرحمت بفرمایید. ایام ایام حج است، حاجی های ما انشاءالله به سلامت رفتن، انشاءالله در امان خدا برند و برگردن. این حدیث شریف رو پیغمبر خدا در ایام حج، در ایام تشریق بر شتر سوار بودند و رو کردند به مردم، فرمودن ایها الناس الا ان ربکم واحد، آی خلائقی که در اینجا هستید، آی توده هایی که به حرم حق آمده اید، بدانید که خدای شما یکیست، شما دوتا خدا ندارید، یک خدا دارید، و ان اباکم واحد، پدر شما یکیست، الا لا فضل لعربیین به عجمی، هیچ فضیلتی عرب بر عجم ندارد، ولا لعجمیین علا عربیین، هیچ عجمی بودن نژاد، نژاد فارس، نژاد ترک، برجستگی امتیازی بر نژاد عرب ندارد، ولا لأسود علا احمر، هیچ کسی که رنگش سیاه است بر کسی که رنگین پوست است، احمر هست، سرخ پوست است، فضیلتی ندارد، ولا لأحمر علا اسود، هیچ سرخ پوستی بر سیاه پوستی امتیاز ندارد، الا به تقوا.